ve inna ileyhi raciun. ما همه بندگان خدا هستیم و ما همه بازگشت به سوی الله تعالی داریم. همدیاران عزیز، امروز یکی از همدیاران ما بهرام جان عارفوف، سابق وکیل مجلس شورای عالی، به سوی آخرت سفر دارند. همه ما و شما برای نماز جنازه اینجا حاضر شدیم تا اینکه در حق متوفا دعای کرده باشیم که الله سبحانه و تعالی سفر را به خطر گرداند، زبان گویای و زبان برا دهد. واقعا محترم جماعت، موت این سنت حیات دنیا هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلام وقتی که دعوت به این دین مقدس اسلام میکردن 1433 سال پیش از این جانب، مردم مکه گفتند که اگر محمد مرد، دینش همراهی خودش دیگر نیست و نابود می شود. محمد می مرد، فرزند ندارد، پسر ندارد، پسرهاش وفات کردگی هست، دیگر برنده دینی و دیگر نیست. و این هم می مرد گفته، همین خیل پسزنی کردن. الله تعالی گفت که و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ای پیغمبر، ما یگان انسانیتی که پیش از تو در این دنیا زندگی کرد، برای آنها ابدیت زیستن را نصیب نکردیم. برای فرزندان آدم الله تعالی این حیات دنیا را امانت داده است، علال خصوص به امت پیغمبر که بین 60 و 70 است. این امانت است، مدتی کوتاه میگذرد و میرود. همه این دنیا محترم جماعت، اگر یک به حیات خود همه نظر کند، اکثریت آن پر از مشقت و مهنت و مشقت های غم و غصه های دنیا هست، تا اینکه همه دانند که راحت و لذت حقیقی در نزد پروردگار، در جنت پروردگار است. در سوره تبارک، خلقکم لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا گفت که من شما را آفریدم تا اینکه امتحان کنم که کدام شما در دنیا عملی صالح میکنم. بنابراین جنازه، این مقصد شریعت محترم جماعت، هر چیزی که خدا امر میکند، پیغمبر امر میکند، مقصد دارد. یکی از مقصدهای اشتراک ما به جنازه این عبرت گرفتن است. عبرت گرفتن که روز می شود که ما نیز برای این تابوت گذاشته می شویم. حضرت عمر می گفتند که هر روز در بین مردم آوازه می شود که امروز فلانی گذشت است گفته. من امروز همه ما شنیدیم که بهرام جان آقا از دنیا گذشتن گفته. حضرت عمر گفتند که روز می شود که در بین مردم آوازه می شود که عمر از دنیا گذشت است گفته. همون روزای هم شد. و همین روزهای هم می شود که ما و شما نیز آوازه می شیم که از دنیا گذشت است. بنابراین باید تیاری خود بینیم و عبرت از جنازه گیریم. زیرا بعضی علما می گویند که جنازه حقیقتی به دروغ مانند است. می گویند حقیقت است. یار و نزدیکان خود، چقدر نزدیکان خود برده دفن کردیم، حقیقت است، لیکن به دروغ مانند است. به دروغ مانندش همین که عبرت نگرفتیم، نماز نخوندیم، به سوی خدا توبه نکردیم. الله تعالی برای ما از تمام نعمت ها داد و اتاکم من کل ما سالتمو. از هر یک نعمتی که الله تعالی برای شما نعمت های داد، اگر نعمت های پروردگار می شمارم گوید شماریده نمی توانید. زیرا یک نفس اکسیژن کشیدن و برآوردن خودش دو نعمت، دو شکر واجب می گرداند. بنابراین دیگر مقصدی اشتراک به جنازه، مقصد شریعت که ما رو امر کرد که به جنازه اشتراک کنیم، حق برادری ادا کردن، حق برادری در حقش دعا کردن. دیگر مقصد شریعت این همدردی اظهار کردن برای نزدیکان معیت است که امروز برای آنها مصیبت است. واقعا به سبب اشتراک ما، به سبب سلام علیک کرده، عذر همدردی بیان کردن ما، دلی آنها برداشته می شود. این است مقصد شریعت. بنابراین در پایان سخن از پروردگار عالم امیدوار هستیم که روز جمعه در حضور اینقدر نماز گذارا، زیرا پیغمبری خدا گفتن 40 شخصی صالح خدا ترس یک کفر است، اگر به یک نماز گذار، به یک شخصی معید اگر جنازه گذارد، به سبب انا همون 40 شخصی یگانه پرست، الله تعالی معید رحمت و مغفرت میکند. گفتن امیدوار هستم که به سبب روز جمعه، در نماز جمعه، به نماز جنازه خواندن ما، الله تعالی متوفا را رحمت و مغفرت، شایسته جنت قبرهاشون را پر نور و منور گردانیده باشد. نزدیکانشون اگر نواد و کسی اگر با قرض و قواله یا یک معامله های دنیوی
اگر اومده با شاهد و گواه ها دعوا کند انشاءالله شما به ذمه خود میگیرید. ما دادرها برادرها و پرزندها همه یک تن تیم دادو دوستشان بسو بگر ما یک تن الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله الله تعالی سفرشون بی خطر گرداند زبانی گویای و زبانی برا دهد خبرشون به باقی از باقهای جنت مبدل گرداند از فتنه و دهشت و وحشت قبر الله تعالی در پناهش نگاه دارد برحمتی که یا Thank you.